حضور پرشمار افغانستانی ها در بورس ایران و نشست رئیس اداره اطباء و مهاجرین با مسئولان در سازمان ملل سلام همراهان همیشه یک کانال تلویزیون اینترنتی افغانستان و سرویس خبری امروز 25 آبان برابر با 25 اقرب خوش آمدید. لطفا این ویدیو را لایک کنید همچنین کانال خودتان را سابسکرایب کنید و گزینه زنگوله را فشار دهید تا از تازه های ایران و جهان با خبر باشید. مشروع اخبار حضور پرشمار افغانستانی ها در بورس ایران به گزارش شهرارا نیوز سایت بورس ایران اعلام کرده است که طبق داده های مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد کودهای صادر شده برای سرمایه گذاران خارجی در دوازده سال گذشته از 137 کد در سال 1390 به 4862 کد تا پایان سال 1402 رسید. از این تعداد به تفکیک که 1564 نفر مربوط به سهامداران حقوقی و 3298 نفر مربوط به سهامداران حقیقی خارجی بوده است. در این گزارش آمده است کد سهامداری استخراج شده سرمایه خارجی بر اساس محل تولد آنها به ترتیب مربوط به افغانستان، ایرانیان مقیم خارج از کشور، عراق، امارات، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، کویت، انگلیس و عمان بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان با 1491 کد در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن ایرانیان مقیم خارج از کشور با 1442 کد بیشترین میزان از کل سهامداران خارجی بورس را به خود اختصاص دادند. در این گزارش تاکید شده که آمار فوق بر اساس محل تولد دارندگان کتهای سهامداری و سهامداران خارجی استخراج شده و لزوما به معنای تعیین مبدا ورود پول نیست نشست رئیس اداره اتباع و مهاجرین با مسئولان در سازمان ملل در نشست رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با رؤسای آژانس‌های سازمان ملل متحد تاکید شد که سیاست دولت ایران بازگشت بخش عمده مهاجران غیرقانونی است که توانند در کشور خود بدون مشکل زندگی کنند. به گزارش ایران اکنومیست از وزارت کشور روز چهارشنبه 23 آبان نشستی با حضور نادر یا مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و رؤسای آجانس های سازمان ملل متحد و سازمان های بین غیر دولتی در حوزه حمایت از پناهندگان در ایران جهت برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات بهتر برگزار شد. ابتدا رؤسا و نمایندگان سازمان های بین ضمن تشکر از برگزاری نشست انتصاب نادر یا به ریاست مرکز را تبریک گفته و شرح مختصری از سازمان، فعالیت و اقدامات خود در قبال پناهندگان و اتباع و مهاجرین خارجی ارائه دادند. در این نشست بر سیاست دولت ایران مبنی بر بازگشت بخش عمده مهاجران غیرقانونی که می توانند در کشور خود بدون مشکل زندگی کنند تاکید شد. طالبان ایران مهاجرین افغان را به اجبار اخراج نکند. سحل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید روابط ایران و امارت اسلامی افغانستان در زمینه های مختلف حسن است و در موضوع فلسطین نیز اشتراک دیدگاه داریم. ساحل شاهین معتقد است که امارت اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مدت زیادی است که روابط حسنه دارد در زمان اشغال افغانستان ما با جمهوری اسلامی ایران روابط خوب و حسنه ای داشتیم که در حال حاضر نیز این روابط گسترش یافته است و در آینده نیز دوام خواهد کرد که این روابط جایگاه و اهمیت خاص دارد روابط ایران و طالبان افغانستان با فراز و نشیب همراه بود است با به قدرت رسیدن طالبان روابط میان ایران و امارت اسلامی بهبود یافت اگرچه ایران با امارت اسلامی روابط چند جانبه دارد ولی هنوز آن را به رسمیت نمیشناسد به رغم بهبود روابط در زمینه های گوناگون موضوعاتی چون حقابه هیرمند و مسئله مهاجران افغان در ایران همچنان چالش برانگیز هستند ساحل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با تابناک از تداوم امارت اسلامی با جمهوری اسلامی ایران ابراز خوشبینی کرد و گفت از زمان فتح افغانستان در روابط امارت اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در زمینه های زیادی پیشرفت به وجود آمده است و هنوز هم این پیشرفت‌ها بهبود می‌یابد و به نظر من اکنون که افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است فرصت خوبی است که در بین کشورهای همسایه و شمول ایران سرمایه گذاری در تمام میادین صورت گیرد. به گفته ساحل شاهین امارت اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مدت زیادی است که روابط حسنه دارد. در زمان اشغال افغانستان ما با جمهوری اسلامی ایران روابط خوب و حسنه ای داشتیم که در حال حاضر نیز این روابط گسترش یافته است و در آینده نیز دوام خواهد کرد که این روابط جایگاه و اهمیت خاص دارند انتقال هزار زندانی افغان از ایران به کشورشان در دو ماه آینده معاون امور بین الملل و, و حقوق بشر وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان از بازگرداندن هزاران زندانی افغانستان ظرف دو ماه آینده به کشورشان خبر داد. اسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری امروز 23 آبان پیش از عزیمت به کابل برای مذاکره با همتای افغان خود به تصمیم گفت موافقتنامه انتقال محکومان با افغانستان در سال 1385 منعقد شده است و هیئت حاکمه جدید افغانستان نیز به این توافقنامه رسمی پایبند و مقید است و اکنون عازم کابل هستم تا مذاکره در خصوص انتقال زندانیان افغانستانی در تهران و انتقال زندانیان ایرانی در افغانستان داشته باشیم او درباره زندانیان ایرانی در افغانستان گفت مطابق آخرین آمار تعداد ایرانیان زندانی در افغانستان کمتر از ده نفر هستند و در تلاش هستیم تا آنها را نیز در یک مسیر منطقی و بر اساس موافقت نامه به کشور منتقل کنیم رئیس کمیته انتقال محکومان ادامه داد در دو ماه آینده بنا داریم هزار زندانی افغان را به کشور خود بازگردانیم تا آنها دوران محکومیتشان را در کشور خودشان سپری کنند و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این انتقال مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی است زیرا اگر این محکومان به کشور خود بازگردانده شوند و در کشور خود ادامه محکومیت خود را بگذرانند امکان باز اجتماعی شدن آنها فراهم می شود بازگشت زندانیان افغان با محکومیت حبس الزام نبود شاکی خصوصی معاون امور بینالملل و حقوق بشر وزیر دادگستری اظهار داشت عمده این زندانیان محکومان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند همچنین برخی از آنها جرایمی مرتکب شدند که وجه خصوصی جرم برطرف شده و اکنون از نظر جنبه عمومی جرم دوران حبس سپری می کنند. رئیس کمیته انتقال محکومان با تاکید بر اینکه انتقال هر یک از زندانیان با رضایت آنها انجام می شود گفت اگر زندانی رضایت نداشته باشد به کشورش بازگردانده نمی شود و حتما باید رضایت داشته باشد از طرف دیگر این زندانیان نباید شاکی خصوصی یا بدهی داشته باشند همچنین مجازات آنها نباید اعدام یا قصاص باشد از اینکه در این سرویس خبری با ما همراه بودید جهانی سپاس